بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه خدای دامی درس پروگرام و انورد خدا شروع میکنیم. امروز در کدام مینیو رسیدیم؟ راید که از اینجا کلیک میسازم، بعد از او برنامه و انورد از اینجا اوپن میسازم، بر شما برنامه و انورد باز میشه. بعد از اینکه برنامه و انورد باز شد، ما کدام مینیو را میخوانیم؟ امروز مستقیما بالای ریویو میم، نه بالای میلینگز. از میلینگز هم به اتمام رسانیم، از ریویو هم تا بخش شو کومنتس تا اینمی محتویات ما چی کردیم خاندیم. و بعد رو میرم از اینجا مستقیما بالای چی میم؟ ترک چینج. این چی وظیفه را بر ما انجام میتم؟ فعلا یک تکسی را من اینمی جناشته میکنم، ما سوی میسازم آر ای اندی، اینمی یک تکسم باشه، یک چیزیم باشه که فرد مثال من این بالای اینمی 3 ساعت 4 ساعت کار کردیم، بسیار زحمت کشیدیم. کسی اگر احیانا قصدن آمده اینمی میره تغییرات وارد کنه، بر ما نشان بده که اینمی تو یک چیزا تغییرات آمده. بخاطر امو شما میاین از اینجا امو ترک چینج سه فال میکنین. اگر فال نکنین نمیتونه اون امو چیزایی که تغییرات آورده دیده بتانین. اینجا مثلا نشته میکنم this is، سعی کنین اینا this is a book، اینا هر چیزی که تغییرات آوردیم به رنگ سرخ نشته شد. یا فرض مثال میایم این از اینجا اینی قدر موضوع من میخوایم در جای از این او را دلیت کرده یک موضوع دیگر را نشته کنم، سعی کنم مستقیما اون او رقم نشانی میکنه بر شما. فهمیده شد؟ وقتی هم کار میکنه، وقتی که از اینجا شما ترک چینج فال کنین، اگر ترک چینج بعد از این غیر فال کنین، این در اینجا تغییرات اگر بیارم کسی تشخیص هم نکده نمیتونه که اینجا ما چی کردیم، این به این شکل ما تغییرات آوردیم. فهمیده شد؟ و بعد از اون مستقیما میایم کسی که این اینجا ترک چینج فال میکنم، بعد از ترک چینج از اینجا من چی میکنم؟ لاک ترکینگ، من پاسورد میپرتم 123. و بعد از اینجا میایم 123 میپرتم. و بعد از اوکی میسازم، اینال هیچ کس تغییرات اینال هر تغییراتی که بیارین بر شما معلوم میکنه که اینجا اینمی تغییرات شما چی کردین وارد کردین. از اینجا آمده غیر فال هم کردن نمیتونه اینال. فهمیده شد؟ اینت یک وظیفه انجام میده، به خاطر ازی که از اینجا لاک کردم موندم، کسی او را غیر فعال ساخته تغییرات وارد کرده رفتن نگیره، اینت وظایف بر شما چی میکنه انجام میده. بعد از آل مارکاپ، آل مارکاپ تمام محتویاتی که ما تغییرات آوردیم هم دلیت کردیم نشان بده، هم تغییراتی که آوردیم او را رنگش نشان بده. شما اگر نمیخواین اون موضوع را نشان بده یا نشان نده، از اینجا سیمپل مارکاپ. سیمپل مارکاپ به این است که ما تغییراتی که وارد کردیم صرف علامی سرخ، این اینجا تغییرات وارد شد گفته به رنگ سرخ نشان بده گفتم، دیگه تغییراتی که وارد کردیم اونا را چی نکنه عملا نشان نده. یا فرض مثلا من میگم نخیر آل مارکاپ تمامش نشون میده، یا فرض مثلا نو مارکاپ، هیچ حتی اینمی گزینه را بر ما نشان نده گفتم. اینی گزینه را شما انتخاب بکنین بر شما چی میکنه نشان میده. این اورجینال هم اولین بار به کدام طریقی که بود به شکل اورجینال بر شما میاره. نمیخوایم به این شکل آل مارکاپ تغییراتی که ورد کردیم اونا رو نشان بده. خب اسنایی که آل مارکاپ کلیک میکنم کامنت هم نشان بده، ان کم نشان بده، این موضوع رو نشان بده، فرمت رنگایی را که تغییرات آوردیم اونا رو هم بر ما نشان بده. فهمیده شد؟ اینی رقم یک وظیفه انجام میده. اگر همین تیک مارکاپ باشه بر شما، اسنایی که آل مارکاپ این زمین چک باشه، اینمی چیزا رو نشان میده. بالانس، وظیفه بالانس شو ریویژن اند بالون. من میگم اینمینا رو هر تغییراتی که وارد کردیم ده بالون نشان میده. میگم سکه اینه به شکل بالون نشان میده. اونو مثلا چیزایی را که دیلیت کردیم در جایش تغییرات وارد کردیم، اینی تغییرات وارد کردگی مثلا اینی چیزی که دیلیت کردیم او را در بالون نشان داده. یا مثلا به شکل بالون نمیخوایم، به شکل شو آل ریویژن آن لاین، اینمی شکل خود استانداردش به می شکل نشان بده، یا به این شکل هم نشان نده میگم، از اینجا به این شکل نشان بده میگم. به هر اشکالی که شما میخواین از اینجا تیک مارکاش هم میمونن به مو شکل بر شما چی میکنه نشان میده. اسپسیفیک پیپل از اینجا چی میکنه که اوتورش است، اوتورش یا کسی که نویسنده است اون عمر هیچ نشان نده، اون هم عین شکل است، یک چک بشه از بین میبره مون نشان نمیده. اگر آل ریویژنز تمام محتویاتش نشان بده میگم. اینا وظایفش ارمیت یک وظایف بر شما چی میکنه انجام میده. ای اپدیت هر تغییراتی که آوردین باز اپدیت کردن میتونین، ادر او ترک دیگه چه کسا تغییرات آورده اونا را بر شما نشان میده. اینا فال نیست فعلا، و از طریق چی اگر فال بکنین نتورک و اینترنت باز دو موضوعات از اینجا ما چی میکنیم ضرورت آورده میتونیم. از اینجا ریوینگ پن، ریوینگ پن وظیفش هم میسته که بر شما در بخش ریویژن نشان میده هر تغییراتی که آوردیم، اینی را جدید ایجاد کردیم، اینی را دلیت کردیم، اینی را من فرض مثلا یک تغییرات دیگه آوردیم، اینی رقم یک وظیفه را بر شما چی میکنه از اینجا انجام میده. اگر پس کلیک کنین بر شما از بین میبره. یا فرض مثلا در قسمت پایینش ریویژن میکنه
میخواین، به هر اشکالی که میخواین اون مربوط خودتار است، از این اینجا ارده میتونین. ایران اینی وظایف را انجام دادیم، با ما اینی میرخم یک وظیفه را انجام میدادم، مستقیم من از اینجا لاکش از بین میبرم، یک دو سیر از بین میبرم که فال شد و بعد از فال شدن اکسپت ریجکت بر شما فال میشه. اکسپت با قبول دارم، ریجکت قبول ندارم. فهمیده شد؟ من میگرم اینمی تغییراتی که این بالایا می آوردم اکسپت میکنم، میره اکسپت کردم قبول کردم. چرا؟ اینمی را قبول کردم، میناله از رنگ سر خلاص شد به رنگ سیاه تبدیل شد، باز از اینجا چی میکنم؟ چه اکسپت میکنم، اینی را قبول کردم، اینی رنگ سرخم قبول کردم و بعضی اینی رنگ سرخم قبول کردم. دیدین تغییرات وارد کرد اومده راست یا نه اومده راست؟ اینی تو مثلا اومده اینی را ریجکت قبول نمیکنم، میشه اینی ریجکت میکنم، میشه پس اولین حالتی که به کدام حالت بود دمو حالت می اینم ریجکت میکنم، این از اینجا ریجکت کردم میتونم. فهمیده شد؟ اوکی میکنم، کلا به اتمام رسید. فهمیده شد؟ اینی تو یک وظیفه را بر شما چی میکنه انجام میده، این کلا دانه دانه تبدیل میکرد. اگر از اینجا کلیک بکنین این مینا را کلا عملا تمام شه یک جایی انجام میده، یعنی قبول میکنه کلا، ریجکت آل کلش صرف نظر میکنه، چیزایی که تغییرات وارد کردیم دلیت میکنه، چیزایی که قبلا اورجینال بود اونم حالتش بر شما میاره. نکست اگر در کدام در نکست اکسپت میرین یا در نکست ریجکت میرین، به هر کدامش که میرین از اینجا اونم وظایف انجام داده میتونین. این بود درس چی؟ بخش چنس. میایم حالا بالای کامپیوتر. کامپیوتر چی وظیفه را انجام میده؟ ما مثلا دو داکیومنت یک جایی ذخیرهش میکنیم، مثلا میام میره کلوز میکنم، یک داکیومنت جدید در باز کنم، ویندوز آر، اینجا وین ورد انتر میکنم، برنامه وین ورد بر شما باز میشه. اسنایی که باز شد اینجا نشسته میکنم در مورد کامپیوتر، این زبان پشتو بوده، میام از اینجا کامپیوتر انتر میسازم، مثلا آر ان دی، بعد از آر ان دی قوس شروع قوس بسته و اینمی به می نام ذخیرهش میکنم. من کامپیوتره میگیرم بالای چی ذخیره میکنم، این از اینجا سیو میکنم، بعد از براوز میکنم، بعد از براوز دسکتاپ میرم برام کامپیوتر میره ذخیره کردم، انشالله خوب فهمیده شد. و بعد از کنترل ان یک داکیومنت جدیدی را میگیرم اینجا نشسته میکنم، در مورد چی نشسته میکنم؟ هاردویر. اینو در مورد هاردویر نشسته میکنم، یک تکسی را قوس شروع قوس بسته انتر میکنم و بعد از او این از اینجا که انتر ساختیم ما بر شما چی میکنم؟ اینا را ایران ما چی میکنم؟ میشه از اینجا مینوی فایل میام، از اینجا سیو میکنم، بعد از سیو براوز میکنم، از براوز دسکتاپ برام هاردویر ذخیرهش میکنم. سیستم و کنترل ان در یک داکیومنت جدید اینمی را من میخوام چی بکنم؟ بالای میلینگز ریویو، از ریویو کامپیوتر، از کامپیوتر کلیک میکنم در اورجینال داکیومنت. اورجینال داکیومنت ما در کدام قسمت هست؟ میگرم از اینجا مستقیما بالای چی هست؟ بالای کامپیوتر هست، یعنی کامپیوتر انا اورجینال داکیومنت قرار میتیم. و از اینجا هاردویر هم چی هست؟ هاردویر ما در کدام قسمت هست؟ از اینجا فرض مثال برام هاردویر هم هست، یعنی هاردویر ایرم انتخاب میتم. اینا رو اوکی میسازم، بر شما چی میکنه؟ دو داکیومنت با هم دیگرش بر شما چی میکنه؟ قرار میده. این رقم فهمیده شد؟ این رقم یکانه تغییراتی که در دو داکیومنت آمده صرف کامپیوتر بوده، این اورجینالش هست، اینی مثلا کامپیوتر تان است، اینی در مورد هاردویر است، اینی می هر دوش هم مشابه قرار دادم، خودشان تفکیک کرد که صرف کامپیوتر اضافه بوده در اورجینال. صحیحه؟ در اورجینال صرف کامپیوتر اضافه بوده، اون کامپیوتر بر شما چی کرد؟ اون رقم بر شما تیک مارک مابینش خط چی استریکت رو انداخت بر شما. صحیحه؟ اینی رقم شما چی کرده میتونین؟ دو صفحه را با هم دیگر شما چک کرده میتونین، انشاءالله خوب فهمیده شد. اینه که یک وظایفی را بر شما چی میکده؟ انجام میده. اگر شما اینترنت داشته باشین بلاک اوتر، بعضی کسایی که مثلا در داخل کامپیوترتان در داخل وین وردتان دسترسی داره اونا را بلاک میکنین که دسترسی پیدا کرده نتانه، چون ما اون موضوعات ما نداریم. صحیحه؟ مستقیما بالا چی من میناله؟ رستریکت ادیتینگ. رستریکت ادیتینگ به این معناست ما میتونیم رمز بیاندازیم بالای کامپیوتر خود ما، میایم رقم رقم رمزا سه ایره ما بر شما در کجا گفته داده بودم؟ بالای مینوی فایل، از اینجا بالای رستریکت ود پاسورد ایره گفته داده بودم. صرف اینم قدرشه بفهمین، اسنایی که شما پاسورد میپرتین اگر بیایم به این شکل یک باریکیشه گفته میتونم این ایره کلیک میکنم، این تیک مارک هم باشه، این تیک مارک هم باشه، لیکن از اینجا چه قسم باشه؟ من میگم ترک چنجز، یا یعنی من میگرم از اینجا نو چنج رید اونلی، هیچ تغییرات وارد نشه، صرف برمت شوه خوانده شوه. یس میکنم یک دو سه و بعد زو اینجا یس میکنم یک دو سه،
از اینجا اوکی میکنم، اینال هیچ تغییرات وارد کرده نمیتونه بالای ازی فهمیده شد، حتی کپی هم کرده نمیتونه، حتی سلکت هم کرده، این سلکت کرده میتونه لیکن چی کرده نمیتونه، فهمیده شد این رقم اون کپی میشه لیکن باز اگر به این باز تقلب میشه سعی کنین اگر او گزینه را بانم میگرم اینه کنترل سی میکنم، کنترل ام میکنم، در اینجا کنترل وی میکنم، باز اینه پیش بردم میتونم خیلی میداک میدونم. من میخوایم یک چیز را جور کنم که باید بجز از خودم دیگه هیچ کس تغییرات آورده نتونه. خیلی استاپ میکنم، یک دو سه انتر میکنم، اینه باز شد. میام از اینجا به کدام شکل ترک چنج اینه به این شکل میخوایم یک دمز پرتم، این از اینجا یک دو سه و بعد از اینجا چی میکنم یک دو سه از اینجا انتر میکنم، این حالا حتی از هم آمده ما اینه را ببخشین اینجا نه یک دو سه را بگرم انتر میکنم، اینه بالای از این چه سه فیلینگ اند فورمز تمام فورمز ها یک دو سه باز اینجا کانفرم یک دو سه از اینجا اوکی میکنم، این حالا حتی ما چی کدنه میتونیم سلیپت هم کدنه میتونیم اگر نو فورم بگیریم، این حالا هیچ کسی هیچ تغییرات وارد کدنه میتونه، حتی کپی هم کدنه میتونه فهمیده شد، اینی تو تغییر اینی رقم یک چیزا را چیکار میتونید صرف ویو سفر نزدیک میبینین یا فرض مثال دور میبینین اون مربوط خودتون است، به هر اشکالی که میخواین او کارا را کردن میتونین لیکن تغییرات وارد کردن نمیتونین تا وقتی که استاپ پروتکشن نسازین. این بود بخش ریویو که رستریکت ادیتینگ اینم چه وظیفه را بر شما چه میکنه انجام میده. چاپ کردن میتونین او چاپ کردن میتونین استفاده کردن میتونه، کسی که ترتیب کننده است او را باز از بین بردن میتونه، اینی رقم یک وظیفه را بر شما چی میکنه انجام میده. ان شاء الله خفا میدین میره سعی کنه نه دهیده رفته میتونه نه فوتر، میام استاپ میکنم یک دو سه رسمی که اوکی کردم اینا رو من میتونم هر کاری را که انجام بدم انجام داده میتونم اینا رو فهمیده شد. و بعد از اون مستقیما بالای ویو میام، در انگلیسی تب ویو به معنای چی هست؟ نشان دادن است. فعلا صفحه ما به شکل پرنت لی اوت به شکل چاپی است یا به شکل ورق A4 که ما نوشته کردیم به مو شکل است. میگیرم از اینجا رید مود، اسنایی که من رید مود میسازم به شما به شکل استور میشه صفحتون صرف خوانده میشه صحیح است. اینی رقم یک وظیفه انجام میده، باز اسکیپ کلیک میکنم حالا اولش به وب لی اوت به شکل اینترنتی نشون بده میگم یا به شکل آوتلاین نشون بده میگم، اون مربوط خودتون است که به هر اشکالی که شما چی میکنین میخواین. اگر شما عناوین میداشین، آوتلوک میداشین، لیبل ها میداشین، اینجا بر شما چی میکرد نشون بده، نشون بده اینت تغییرات ها آوردن میتونستین مثبت میکردین منفی میکردین نشون میداد، اگر نشون نمیداد اینی رقم یک وظیفه بر شما چی میکنه از اینجا انجام میداد. ان شاء الله خفا میدینیره اینی رقم هست، این پایین میاره این بالا میاره، اینا چین خودشان تکس هست عملا نشان داده راست دیگه تغییرات وارد کرده نمیتونیم. فرمتش اگر می بود فرمتش نمی آورد، اگر فرست لاین امو لاینش صرف فرست لاین فعلا نشان داده راست شو فرست لاین اونلی فقط حرفای یا لاینای اول نشان میده. من میگم نخیر بن عموم کلا میخوایم ببینم چقدر لیبلی که باشه کلا هم لیبل ها رو مشاهده میخوایم بکنم، به کدام لیبل میخواین، هر عنوان به هر لیبلی که میخواین اون مربوط خودتون است، از اینجا به لیبل ها تقسیم کردن میتونید. این یک وظایفی رو بر شما چی میکنه انجام میده، شو داکومنت فعلا هم داکومنت شما را نشان داده راست. مستقیما بالا ویو مم از بخش ویو وب لی اوت هم فهمیدین، اوتلاین هم فهمیدین، درافت به شکل درافت صفحه‌تون نشون میده، پس میخوایم پرنت لی اوت نشون بده، آیا رولر خطکش باشه یا نباشه، یا گرید لاینش باشه نباشه، یا نویگیشن پن چند صفحه بودنش باشه یا نباشه، اون مربوط خودتون است. اگر میخواین استفاده کنین کلیک میکنین بر شما انجام داده رفتن میگیره. زوم صفحه چند فیصد نزدیک میخواین بیارین، صفحه 100 فیصد نزدیک میخواین بیارین، منم 100 فیصدش بوده، یا مثلا ما میخوایم اینجا صفحه زیاد است انتر میکنم یک پاراگراف 90 پاراگراف اینا اینجا من تایپ میکنم به شما اینا، ما میخوام کلا تمام صفحه که چند صفحه باشه کلا مشاهده میخوایم بکنم، از اینجا میگیرم چند صفحه است اینا مثلا 2 در 4 کلش بر شما چه میکنه یک دم ده یک ویندو بر شما چه میکنه نشان میده. ان شاء الله خسارتون خلاص شده این موضوع، این تو وظایف ها انجام میده، وان پیج یک یک صفحه نشان میده، مولتیپل پیج دو دو صفحه نشان میده، پیج ویت یک سه یک صفحه ویندو را پر کردن نشان میده بر شما، این تو یک وظایفی را بر شما چه میکنه انجام میده. میام از اینجا نیو ویندو یک ویندو دیگه هم میتونین از عین چیز کپی بگیرین، این یک دو سه چهار پنج، این از داکومنت از عین داکومنت من دو کپی گرفتم، یک دم شما چیکار میتونین کپی گرفتم میتونین دو کپی دارم من فعلا.
میگرم از اینجا چند کاپی دارم دو دانه، میخوام یک کاپی دیگه هم بگیرم. این از اینجا میگرم یک ویندوی جدید از این چیز کاپی بگیرم، نیو ویندو میکنم، باز نیو ویندو میشه. این چند تا شده این آله؟ بالای ازی بیاییم 3 تا شد، فهمیده شد؟ یا بالای ویو میم کلن امینا را ارنج آل در یک ویندو در یک اسکرین بر من نشان بده. این یک داکومنت، دو داکومنت، سه داکومنت، هر کدام شکل ضرورت دارین بزرگ بسازین. یا فرض مثال من میگرم از اینجا اسپلایت سلز، این از اینجا اسپلایت میکنم، صفحه پایینی را جور میکنم، به خاطر چی هست این فهرست سازی از اینجا استفاده کردم میتونین، فهمیده شد؟ مثلا صفحه اول این از اینجا من خالی میمارم، این در قسمت کرسر قرار دادم کنترل انتر، صفحه اول این میال فعلا خالی شد، تخلیه شد. این در اینجا نشته میکنم، فرض مثال فکر کنین که امی نیو انوار هست، نشته میکنم این اینجا نیو، در کدام صفحه هست؟ این از اینجا پایین بین نشته میشه اگر هی در فوتر انداخته باشین. صفحه چند بوده؟ صفحه دو بوده، اون پیج دو نشته شد. خب بیاین از اینجا نقطه نقطه بگذارین و بعد از نقطه نقطه ماندن از اینجا فاصله بتین، بعد از فاصله داختن از اینجا چی میپردم؟ نمبر دو را برازی بالای از این میخوایم درجش بکنم. این قوس بسته میکنم، بر شما چی میکنه؟ نیوان در صفحه دو بوده، این میره بر شما چی میکنه؟ بیانگر میشه. انشالله خفا میدین. اینی دی وظایف از اسپلایت از اسپلایت سرس استفاده کرده میتونیم، مگر ریموف بکنیم بر شما این میره از بین میبرن. خواست ساید بای ساید کنار در کنار نشان بتین، کدام داکومنت هم میخواین در کنارش، مثلا داکومنت سه را میخواییم، اوکی میکنم. این یک داکومنت، دو داکومنت، اصلا که این دو داکومنت شد سکن ایره تغییرات میارم، مثلا این دو داکومنت مشابه ما یک دیگیش مشاهده کرده میتونم، میره کلیک میکنم، بعضی کلیک ساختن از این بگیرم، مثلا چی میسازم از اینجا؟ ایره کلوز میسازم اینی داکومنت ها، اینه کلوز، و بعد از او کلوز ساختن ساید بای ساید کنار در کنار سکنین. اصنایی که من از اینجا خب بیایم اینا رو هم کلوز بسازم، اینی رم کلوز میسازم سکنین. مثلا من یک وینورد رو بر شما باز میکنم، عملا نامونجا یک باریکی هست، همون رو هم متوجه باشین. وینورد انتر میکنم، برنامه وینورد بر شما باز میشه، بلانک داکومنت یک تا صفحه جدید مسایب آر ای ان دی. از اینجا چی میکنم شه؟ مسایب آر ای ان دی، قوس شروع، چند پاراگراف باشه؟ 20 پاراگراف باشه، قوس بسته، انتر. و بعد از اون میام از اینجا بالای ویو نیو ویندو یک تا کاپیش میگرم، انمی هر دوش سایت در سایت میخوایم ببینم، مشاهده کنم، اما بالا برم هر دوش مشابه بر شما بالا میره و پایین میره، من نمیخوام یکش باید بالا و پایین بیاد، مستقیما انمی گزینه را انتیک میکنم، اینا رو یکش بالا و پایین میره، فهمیده شد؟ اگر این گزینه را تیک مارک کنین هر دوش یک جایی بر شما چی میکنه اینا، یعنی حرکت میکنه، یعنی بله اینت یک وظایفی را بر شما چی میکنه؟ انجام میده. اگر بیایم از اینجا باز داکومنت اولی را ضرورت دارین، داکومنت اولی را نشان میده، اگر داکومنت دومی را ضرورت دارین، داکومنت دومی را نشان میده، اینت وظایف انجام میده. یه هم ساده است، میایم بالای میکرو، ویو میکرو، از ویو میکرو چقدر میکروی که جور کردین عملا بر شما نشان داده است، فهمیدین؟ برام اجمل، برام کشیر، برام کلکولیتور، برام حلیم، برام ریحان ما چی کردیم؟ اینم اینجا چی جور کرده بودیم؟ هر کدامش اگر میخواین مشاهده کنین، مثلا کلکولیتور ما جور کرده بودیم، نه ماشین حساب جور کرده بودیم به فکرم دینه روز، از اینجا ادیت میکنین، بعد از ادیت ساختن از اینجا بر شما چی میکنم؟ میره مینیمایز میکنم، اونا سکرین بر شما اومده، ایره نرم میسازم، از استفاده کرده میتونستم سایستا. اینی مثلا اینا رو من بر شما دین روز در درسای گذشته چند تایی چه کار کردم از میکرو؟ دو دانه میکرو کار کردم که چه قسم وظایف انجام میدادن. این ریکارد میکرو هست، ریکارد میکرو رو خوبیش به این معنا سکرین، یک تا ویندوی جدید بر شما و باز میکرو اینه باز کردم. اینا را من از اینجا ریکارد میکرو را شروع میکنم، در کجا؟ این از اینجا ریکارد میکرو، فعلا ریکارد ما شروع شد. آیا میخواین امو را شارکت بسته کنین یا خود میکرو یک باشه؟ میگرم شارکت بسته میکنم، کنترل چی میمونم؟ کنترل ام میمونم. از اینجا چی میکرم؟ اساین و بعد از کلوز، کنترل ام شد. اینا را من شروع میکنم، مثلا نشتم میکنم کامپیوتر، انتر میکنم، مثلا بار ای ان دی، قوس رو قوس بسته، انتر، و بعد از او میگرم از اینجا فرم سال کمپیوتر نشته کردم، اینجا میگرم چون در حال چی هست؟ فعلا در حال رن هست، نشته نمیکنه و انتر نمیکنه. مثلا نشته میکنم یک موضوع هست، this is a computer، شما اینو میتو موارد ضرورت تانه اینو میرخم نشته میکنین اینه، یا فرم سال نشته میکنم که this country my passion، قلب مست اینه این افغانستان قلبم است، میگرم این رقم انتخاب کردیم، مستقیما از اینجا اینا رو چی میکنم؟ استاکش میکنم. یا فرض مثال بالای انمی میایم، اینه بالای کامپیوتر،
این از اینجا سلکت میکنم بالای هوم میام، از هوم رنگش هم تغییرات میخوایم برم به این شکل میخوایم. اینی دفعه هم جورش کردم و بعد از جور کردن از این من میخوایم این از اینجا چی میکنم شه استاپ میکنم. از کجا استاپ میکنم؟ در بخش ویو آمده اینمی میکروی خود استاپ میکنم. این استاپ شد. اگر از اینجا اگر چی میکردین پوز میشد استاپ میشد پس دیورینگ کده میتونستیم. از اینجا بیخی بس از این مقدر گفتم. خب کنترل انتر میکنم بالای از این آمده کنترل ام کلیک میکنیم بر شما رومون چیز میایه فهمیدین شارکت جور کده موندین یا کنترل ان این از اینجا کنترل ام کلیک میکنیم بر شما رومون چیز میایه چون که من اونمو رو ریکارد کرده بودم اونمو مرحله ای را که من تطبیق کرده بودم برای اینمی چی شوه؟ تحمیل شوه گفته بودم. اینی هم بود بخش درس چی ما؟ اره کلن این مینا را ما چی کردیم؟ خلاص کردیم تمامش را فهمیدیم مینا را رنگش تغییر نمیخورده صرف همون تکس هم میشناخته فهمیدین؟ یعنی بعضی تکس هایی که مشابه باشه در شرکت بسته کده بانین میشه از طریق چی؟ از طریق ریکارد صحیحه؟ اینو تو وظایف انجام میده. میام از اینجا اینا رو بر شما یک منیجمنت دیگه هم کار میکنم. مثلا یک ورق دو شقره چه قسم جایگزین میکنین اگر احیانا استاد مکاتب اگر شوین فهمیدین مستقیما وین ورد باز میکنم بر شما اینتر میکنم. بعد از این باز کردن این صفحه باز شد بعد از اینکه صفحه باز شد میگیرم از اینجا صفحه رو من چی میگیرم از بخش لیاوت اومده نیرو میگیرم این از اینجا نیرو هم گرفتم. بعد از نیرو گرفتن از این میگیرم یا آشانی صفحه را از اینجا به دو بخش تقسیم میکنم از طرف بالا چقدر فاصله داشت و اینقدر فاصله‌اش کل چیزش تای مراحل شدگی است مستقیما از اینجا دو بخش تقسیم میکنم چرا ورقه و بعد از اینکه به دو بخش تقسیم کردیم ورق ما فعلا اگر بالای ویو اومده رولر اگر تیک مارک کنم این از اینجا بر شما تقسیم شده این ورقتان و بعد از دهم میام از هم از اینجا سنتر میارم اینجا نشون میکنم چی ریاست و معارف چی ولایت ریاست و معارف سیس یا مثلا نشون میکنم اینجا وزارت و معارف نشتا میکنم انتر و بعد از او نشتا میکنم چی؟ ریاست و معارف نشتا میکنم و بعد از او چی نشتا میکنم؟ از این خواه ریاست و معارف جوزجان و بعد از او در قسمت پایین نشتا میکنم چیسه؟ عضو نظارت یا عضو کنترول مدیریت عمومی نشته میکنم هر چیزی که مثلا همونجا بود باز شما مطابق همون نشته کنین میم این مدیریت عمومی بعد از اینکه اینمی کار را نشته کردیم مستقیما در یک قسمت میم در قسمت راستش میرم اینجا نشته میکنم اسم همی استاد چی هست فهمیدین اینجا نشته میکنم مضمون همو استاد چی هست این از اینجا میگرم مضمون نشته میکنم و دیگه اینجا چی نشته میکنم تاریخ نشته میکنم به هر تاریخی که اونمون نفر چی کرد این تایپ کرد 1390 چند 1396 میگرم این از اینجا چی میکنم کلن سلکت میکنم بعد سلکت در سنتر میارم و بعد سنتر آوردن این کوچک میسازم که جایگزین شوه اینی تکمیل شد دیگه انشاءالله مشکل ندارین در این بخش نه این به این شکل شد. خب میام از اینجا اصنایی که مشکل ندارین از اینجا انتر میکنم. خب در کدام قسمت برم که باید انتر کنم مزاحمتی نکنه اینه به این شکل. خب میگرم اینمی 1396 از سر نوشته کنم 1396 انتر میکنم اینو در قسمت پایین و بعد زو انسرت میم از انسرت از اینجا ما چی ضرورت داریم یکی شماره ضرورت دارم اینه شماره یکی هم بخاطر اسم ولد خب مضمون نمبر اساس نمبر سیسه نتایج همینقدر بس است نه اینه کلیک کردم بعد از کلیک کردن تب کلیک در رفتن بگیریم فهمیدین تا چقدر که شما چکنین ضرورت داشته باشین یا فرم سوال آسان ترین طریقش اینه میقدر رو میخوایم اضافه کنم از کجا؟ از بخش لیاوت از اینجا چی میخوایم شه؟ انزرت بیلو اینه انزرت بیلو اینه حالا بر ما چی شد؟ تا اینی قسمت آمد باز انزرت بیلو اینی هم شد اینه میقدر باشه؟ میشه بعد از شدن از این باید بر ما چکنه؟ یک کمی خانگکاش کلانتر بیایه فهمیده شد؟ به این اندازه اینمی خودش صحیح است میگرم از اینجا خیلی اگر میخواین کلانتر بسازین اینمی علامیشم میگرم کمی کلانتر میسازم شما فهمیدین؟ یا میگرم این رقم هم کلان نشه باید میگرم از اینجا چند خانه را دلیت کنم از اینجا اینه پنج خانه را میگرم از اینجا دلیت میکنم اینه همون اصول شد بفهمین اینه دلیت رو دلیت کردم کمی باید همون آشانی صفحه کلانتر شد اینه به این شکل یک کمی حلقاش کلان شد میایم اینی دو خانه را میگرم از هوم آمده از هوم گفتیم از لیات آمده مرچ میکنم از اینجا فرد مثال بخاطر شهرتم ایرا مرچ میکنم از اینجا نمبر اساس باشه این
اینا رو اینجا چی ناشتا میتونم؟ شماره. شماره رو از اینجا باید من چی بکنم؟ چرخ بتونم. اینه چرخ دادم و بعد از چرخ دادن از این ریه کلمه کلانتر و بعد از اینکه کلانتر ساختم میرم چی میکنم؟ کوچکتر میسازم و بعد از اینکه کوچکتر ساختم اینمی خانه رو من چی میکنم؟ سلکت میکنم. بعد از سلکت ده هوم میم از هوم از اینجا چی میکنم؟ شه بولت میکنم و بعد از اینکه بولت گرفتم یا دلیات اومده در سنتر سنتر بیه. خب اینجا میم ایناله. اینجا باید چی ناشتا کنم؟ شهرت. اینی خانه رو میگیرم، اینی دو خانه باید برابر یک دیگیش باشه. میگیرم از اینجا چی میکنم؟ اینه برابر یک دیگیش میشه. خب به خاطر از این برابر نشد، ما باید انمی چی رو بسته انتخاب بکنم؟ اینه به این شکل میگیرم اینی رو برابر میسازم میشه. او چی میکنه این؟ این تا اینمی آخرش انتخاب بکنم باید این از اینجا برابر میسازم. بعضی که برابر ساختم اینی چی میشه؟ اسم. این چی میشه؟ ولد. این چی میشه؟ نمبر اساس. خب میگیرم اینجا چی شوه؟ امتحانه، امتحانه سالانه. این چی شوه شوه؟ دیگه یم نتایج سیست تاریخ مونه در بالا نوشته است. ایران میگیرم دلیت کولم میکنم، یک کولم از بین میبرم. این حالا او کارم کردیم، میایم از اینجا چی میکنم؟ نمبر اساسه کمی کلانتر و بعد میگیرم از اینجا سالانه رم کلانتر میگیرم. شه اینه به این شکل اینه نتایج کامیاب ناکام میایه. خب میگیرم از اینجا چی میکنم؟ این ایره در سنتر میارم. از کجا؟ از دیت آمده اینجا پروپارتیز دارم، از پروپارتیز در سنتر بیارم. چرا؟ اما شقه را اونو شقه چی کرد؟ در سنتر آمد. یا همی شقه را انتخاب میکنم، این از اینجا علامیش میایه. اصنایی که ایره انتخاب بکنم، خب بگیرم یک چند تاشت دلیت رو کنم که همو بیایه. بگیرم این از اینجا تا اینه که خانه را میگیرم سلکت میکنم دلیت رو میکنم. این از اینجا این حالا این شقه را یکم این به این شکل تر کلانتر شوه، این برابر شده. این حالا فهمیده شد؟ اصلا که برابر ساختن اسم ولد کل چیزش جور است. اینی رم چی میکنم؟ از اینجا مرچ میکنم، یه خانه بسازم دیگه. اینی رم میگرم یه خانه میسازم از اینجا و دیگه نتایجم میگرم از اینجا یه خانه میسازم. اینه به این شکل. و بعد از اینکه کار ساختیم نمبر اساس یکم کلانتر بوده، اینه خورتر میسازم. اینی رقم اینه کلش به این شکل باشه. خب کلا چیزی را که ما در اینجا تایپ کردیم هر چیزش انتخاب میکنم. از کجا؟ این از اینجا در سنتر میارم، بعد از سنتر از اینجا بولت میگیرم. بعد از بولت گرفتن اینی سه خانه را انتخاب میکنم و بعد زویرم چی میکنم؟ از لیات آمده ایرم در سنتر میگیرم. از کجا؟ این از اینجا سنتر میگیرم و بعد از سنتر گرفتن از هوم آمده ایرم بولت میگیرم. اینی مثلا بر ما چی شد؟ شقی ما جور شد. میگیرم از اینجا ایم باید چی باشه؟ یک کمی نسبتا فرق داشته باشه. کلا سلکت میکنم، بعد از سلکت ایرم کنترل بی دبل میگیرم. بعد از دبل گرفتن از اینجا کنترل ای میکنم. اینی میره من چی کردم؟ کنترل سی کاپی میکنم. بعد از کاپی کردن، خب پیش از اینکه ایره کاپی کنم اینجا باید یک چیز دیگه هم مانده. اینجا نشون میکنم چی؟ قراره شرح فاق قلم هادا چیست؟ صحت است. ناشتا میکنم انتر و بعد از او با احترام. با احترام ما در کدام قسمت؟ در سنتر میارم شد. این از اینجا چی میکنم شد؟ میگیرم از اینجا کنترل ای بکنم در سنتر میارم با احترام. صحیحسته؟ بازم از اینجا میگیرم اینم میقدر باشه میشه. خب با احترام هر استادی که بود اونمو امضا میکنه. خب اینا رو من میگیرم اینو میره چی میکنم؟ کلا تا این قسمت کنترل سی کاپی میکنم. بعد از کاپی ساختن دیگه کولم از کجا انتقال میکردیم؟ لیاوت از بخش بریک عین به این طرف میرم. کنترل وی میکنم. اینا رو عین چیز بر ما چی شد؟ یک دونه شقه جور شد. اینا شما باز اینو میرقم کرده شقه برش جور کرده بودین. هر وقت استاد شدین اینو میرقم شقه جور کرده میتونین. ان شاء الله فهمیدین. اونو شکل دیده رایسین کلن. اینه مقدر درس بس هست امروز. میایم از اینجا